ساخت خبرها. حتما با خاطیان و مقصرینش برخورد لازم انجام میشه. فوقش مطلبه. همزمان با بالا گرفتن اعتراض ها به قرارداد سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال ایران، خرید بازیکن و مربی خارجی جدید برای فصل آینده ممنوع شد. چشم‌انداز نامعلوم صلح در افغانستان، نماینده ویژه آمریکا خواهان شروع فوری مذاکرات شد. همایش سراسری حزب دموکرات آمریکا، جو بایدن رسما نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری شد. و هشدار دانشمندان درباره آلودگی دریاها، ریز پلاستیک های اقیانوس اطلس بسیار بیشتر از تصور قبلی است. سلام و عصر بخیر. در ایران جنجال بر سر جریمه‌ای که این کشور باید به سرمربی قبلی تیم ملی فوتبال بپردازد بالا گرفته. بر اساس گزارش‌ها، دست‌اندرکاران قرارداد با این مربی بلژیکی به حراست وزارت ورزش احضار شدند. فدراسیون جهانی فوتبال فیفا دو روز پیش ایران را به پرداخت 6,137,000 یورو غرامت به مارک ویلموتس محکوم کرد. در همین حال سازمان لیگ فوتبال ایران استخدام مربی و بازیکن خارجی جدید را برای فصل آینده ممنوع کرده. رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس ایران هم گفته رسیدگی به تخلفات پرونده آقای ویلموتس با احضار وزیر ورزش به مجلس و خارج از نوبت صورت خواهد گرفت. مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و ورزش و جوانان ایران گفته که خطاکاران را به قوه قضاییه می‌فرستند. این قضیه به نظر من چند تا وجه داره. اول اینکه خب حتما اگر در هنگام عقد قرارداد خدای نکرده قصوری، سهل‌انگاری به وجود آمده و مشکلی وجود داشته، طبیعتاً دستگاه‌های نظارتی، بازرسی کل کشور، نهادهای امنیتی بررسی کردن و پرونده لازم رو تشکیل دادن، به محاکم قضایی میدن و مطمئن باشن که مردم در راستای این حرکت مبارزه با فساد در ورزش که با همکاری وزارت ورزش، وزارت اطلاعات و دستگاه قضایی آغاز شده، حتما با خاطیان و مقصرینش برخورد لازم انجام میشه. فوقش مطلب دوم و مهم اینه که بالاخره یه حکم ناعادلانه توسط فیفا بر علیه فوتبال ایران و ورزش ایران صادر شده و ما فکر میکنیم که برای دفاع از منافع ملیمون و جلوگیری از اتلاف مالی و دفاع از فوتبال ملیمون، کاری که بایستی که به فوریت انجام بدیم اینه که از همه ظرفیت‌های حقوقی و اداری و اجرایی کشور استفاده بکنیم برای اینکه بتونیم انشالله به گونه‌ای تدبیر بشه که حکم فیفا در کس، دادگاه عالی ورزش، شکسته بشه. مسعود سلطانی فر بود، وزیر ورزش ایران. کوروش بازیار، کارشناس و مربی فوتبال فرانکفورت آلمان از اونجا با ماست. میخواستم ازتون آقای بازیار بپرسم که این موضوع ظاهراً داره همچنان بالا میگیره، نظر شما چیه؟ دو کلمه جواب سوال شماست: عرضه و تقاضا. وقتی که کسانی باشن که کار رو بدونن و بتونن جنسشون رو، برندشون رو، تیمشون رو عرضه کنن در مارکتینگ فوتبال و عرضه این رو داشته باشن که قرارداد خوبی رو به سود خودشون ببندن، بندهایی رو به سود خودشون در اون قرارداد بگنجونن، اینجور به خواهش و تمنا از دادگاه‌های مختلف و تقاضا برای درست کردن تشتک برای بی آبرو کردن ویلموتس نمی‌افتند. ویلموتس یک مربی حرفه‌ای بوده، دنبال کارش بوده، اومده در قرارداد طوری بندهایی رو تخصیص داده به سود خودش که روز مبادا بتونه ازش استفاده کنه. اما بایستی ما بدونیم وقتی که کسانی میرن برای اینکه فشار افکار عمومی رو بعد از آقای کیروش ساکت کنن و یک نام بزرگی رو هر باری به هر جهت میارن،
و به گفته آقای ترابیان رئیس روابط عمومی بین الملل سابق فدراسیون، رزومه آقای مارتینز و آقای ویلموس را اشتباهی به اینا دادن. یعنی اینا مارتینز رو خواستن با ویلموس قرارداد بستن. بنابراین این قرارداد هر چقدر که ما بهش وارد بشیم میبینیم که واقعا ازش بیبندوباری و بی‌اطلاعی میباره. وزیر ورزش میگه حکم ناعادلانه بوده و میگه که پرونده حالا به قوه قضاییه فرستاده شده. پرونده چه کسانی؟ خب از رئیس سابق فدراسیون فوتبال آقای تاج، معاونینش، هیئت رئیسه که امضا کردن قرارداد رو، و وزیر ورزش که تایید کرده. اینا کسایی هستن که طبق گفته مقامات قضایی بایستی برن و جواب بدن. اما سوال اینجاست، آیا همه اینا رو ما اصلا بیایم به زندان بفرستیم و مجازاتش رو کنیم، تمام قرارداد رو از اینا بخوایم پس بگیریم؟ آیا نتیجه بازی ایران و بحرین و اون 6 امتیازی که تیم ملی از دست داده برمیگرده به جدول ایران؟ آیا دلشکستگی هواداران تیم ملی فوتبال دلداری داده میشه، تسکین داده میشه؟ آیا سرمربی که الان اومده به جای ویلموس نشسته، آیا اون هم کارشناسی بوده، بر اساس عرضه و تقاضا بوده؟ ما فراموش نکنیم تیممون از جام جهانی بهترین نتیجه طول تاریخش رو گرفته، رنگ اول آسیا بوده، در رنکینگ فیفا بالا بوده. میتونستیم هر مربی صاحب کارنامه رو بیاریم، اما متاسفانه من بازم تکرار میکنم، رفتن کیروش، فشار افکار عمومی، تحریم ها، نیومدن هر مربی به ایران باعث شد که اولین مربی که چراغ سبز داد آقای ویلموس باشه، چشم بسته قرارداد بستن. یک پرانتزی توی این قرارداد هست که گفته اگر هر کدوم لغو کنن این قراردادو، 3 ماه، و توی پرانتز اومدن یا یک مبلغ مشخص. خب چک سفید دادن به ویلموس و وکیلش و ایشون هم 6,200,000 یورو نوشته. الان میخوایم به دادگاه کس بریم، 400,000 یورو دیگه به این 6,2 میلیون اضافه میشه و معلوم هم نیست که تا امروز ما از دادگاه کس سربلند بیرون نیومدیم، اما امیدوارم که این بار پیروز بشه. و حالا استخدام مربی و بازیکن جدید هم ممنوع شده. به ابتدای عرایزم برمیگردم، عرضه و تقاضاست. شما نمیتونید به یک تیمی مثل پرسپولیس، استقلال، صنعت نفت آبادان بگید که شما بیایید فقط اینها رو، این بازیکنایی که ما در ایران داریم استخدام کنیم. اینجا دیگه ریاست جمهوری نیست که بیان و شورای نگهبان تایید کنه به چه کسایی رأی بدین. عرضه و تقاضاست، باعث اجازه بدن، ولی متاسفانه فوتبال دولتیه و ما این مسئله میبینیم. آقای بازیار خیلی ممنون از شما. کوروش بازیار بود، کارشناس و مربی فوتبال از فرانکفورت آلمان. خبر فوری هم داریم از تحولات در ارتباط با تحولات بلاروس. میدونیم که رهبران اتحادیه اروپا سرگرم بحث و گفتگو بودن درباره واکنششون به این تحولات. حالا اتحادیه اروپا میگه که نتیجه انتخابات ریاست جمهوری بحث انگیز بلاروس رو به رسمیت نمیشناسه و عوامل سرکوب اعتراض ها و تقلب در انتخابات رو تحریم خواهد کرد. رهبران اتحادیه اروپا در یک نشست مجازی شرکت کردند تا راه حلی برای بحران بلاروس پیدا کنند. کشوری که 10 روز است شاهد اعتصاب‌ها و اعتراض‌های گسترده علیه نتیجه انتخابات ریاست جمهوری بود. تصاویری که می‌بینید تصاویر زنده هست از کنفرانس مطبوعاتی رهبران اتحادیه اروپا که همین چند حدود نیم ساعت پیش شروع شده، همچنان ادامه داره. دارن میگن که نتایج انتخابات رو به رسمیت نمیشناسن. سویتلانا تیخانوفسکایا، رهبر مخالفان دولت بلاروس، در پیامی به زبان انگلیسی از این رهبران خواسته بود که نتیجه انتخابات رو به رسمیت نشناسن و از معترضان در بلاروس حمایت کنن. همزمان الکساندر لوکاشنکو، رئیس جمهوری بلاروس، هم مخالفان رو به تلاش برای کودتا متهم کرده بود. باران عباسی گزارشی داره از تحولات بلاروس. فریادی آشنا در خیابان‌های مینسک، درخواست کنارگیری رئیس جمهوری، 10 روز اعتصاب و اعتراض در پی انتخاباتی که الکساندر لوکاشنکو را بار دیگر برنده اعلام کرد.
کسی که مخالفان میگویند با تقلب به صندلی قدرت تکیه زده. بحرانی بی سابقه در بلاروس که اتحادیه اروپا را به فکر یافتن راه چاره انداخته. امروز نشستی مجازی با شرکت رهبران اروپایی. نشستی که رهبر مخالفان بلاروس و رقیب انتخاباتی الکساندر لوکاشنکا هم به آن چشم دوخته. سفتلانا تیخانوفسکایا که بعد از انتخابات مجبور شد به لیتوانی فرار کند، در پیامی به زبان انگلیسی مستقیماً اتحادیه اروپا را خطاب قرار داده. از شما درخواست میکنم این انتخابات جعلی را به رسمیت نشناسید. آقای لوکاشنکو هیچ مشروعیتی نزد مردم بلاروس و جهان ندارد. رهبران محترم اروپا، از شما درخواست میکنم از بیداری مردم بلاروس حمایت کنید. از همه کشورها میخواهم به اصول قوانین بین المللی، حق حاکمیت بلاروس و انتخاب مردم بلاروس احترام بگذارند. خانم تیخانوفسکایا میگوید برای انتقال صلح‌آمیز قدرت شورای 35 نفره تشکیل داده تا انتخاباتی جدید برگزار شود. انتخاباتی که به گفته او دموکراتیک و با نظارت بین المللی خواهد بود. چیزی که مخالفان میگویند در انتخابات قبلی به چشم نمیخورد. انتخاباتی که بر اساس نتایج رسمی 80% مردم به آقای لوکاشنکو رای دادند. کسی که بیشتر از هر سیاستمدار اروپایی دیگری در قدرت بوده و همچنان خود را رهبر مشروع بلاروس میداند. یه به اصطلاح شورای درست کردن و میگن قرار مثلا برای انتقال قدرت باشه. به ما میگن باید قدرت رو تحویل بدیم. واضحه که این اقدام به کودتاست و عواقبش هم معلومه. میخوام به اونایی که به این شورای هماهنگی ملحق شدن هشدار بدم که ما باهاشون برخوردی متناسب بر اساس قانون اساسی انجام میدیم. اونقدر دستمون باز هست که بتونیم اونایی که دنبال دردسر میگردن و سر جاشون بشونیم. هشداری که فعلا نتوانسته معترضان را به خانه بازگرداند. بعد از یک ربع قرن زندگی تحت حاکمیت تنها یک رئیس جمهوری، حالا نور امیدی در دل آنهایی که می‌خواهند پایان بخش دوران کسی باشند که آخرین دیکتاتور اروپا لقب گرفته. باران عباسی، بی بی سی. نگاهی دوباره داریم به مهمترین عناوین خبری این برنامه. همزمان با بالا گرفتن واکنش‌ها به حکم فیفا در مورد پرداخت خسارت به مارک ویلموتس، سرمربی پیشین تیم فوتبال ایران، خرید بازیکن و مربی خارجی جدید برای فصل آینده لیگ برتر ممنوع شد. زرمی خلیزاد، نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان، از رهبران افغان خواسته به روند صلح سرعت ببخشد. در ادامه این برنامه، هشدار دانشمندان درباره حجم ریز پلاستیک های اقیانوس اطلس. زرمی خلیزاد، نماینده ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان، در رشته توییتی از دولت افغانستان خواسته که از اشتباهات گذشته درس بگیرد و به توافق سیاسی با طالبان برسد. اشاره آقای خلیزاد به تعلل دولت در آزادی به آزادی بیش از 300 زندانی جنجالی عضو طالبان است که با وجود امضای فرمان آزادی آنها از طرف رئیس جمهوری هنوز در بند هستند. دولت از طالبان خواسته نظامیان افغان را رها کند تا بقیه زندانیان این گروه هم آزاد شوند. از همکارم نسرین نوا در کابل درباره اما اگرهای شروع مذاکرات صلح در افغانستان پرسیدم. در یک هفته گذشته چندین بار خیلی جدی اعلام آمادگی کردن برای شروع مذاکرات در دوحه، ولی با وجود این هم مذاکرات که قرار بود 3 روز قبل شروع بشه شروع نشده. هیچ خبری هم از پیشرفت شروع مذاکرات نیست. به نظر میرسه که با توقف رهایی زندانیان طالبان پیشرفت ها برای شروع مذاکرات هم متوقف شده و هر دو طرف باز هم اختلاف هایی در مورد آزادی زندانیان دارن. چند روز قبل نگرانی کشورهای خارجی از آزادی
این بیش از 300 زندانی باعث شد که دوباره یک سری اختلاف ها و سوال ها ایجاد بشه. مثلا کشور فرانسه ابراز نگرانی کرده از آزادی 6 نفر از این 400 نفری که حالا 80 نفرش آزاد شده. این 6 نفر افراد خطرناکی تلقی شدن که البته گفته میشه که عضو گروه طالبان نبودن، اعضای نیروهای امنیتی بودن، ولی به شکل نفوذی حمله کرده بودن و باعث کشتن نیروهای خارجی شده بودن. همه اینها نگرانی هایی را ایجاد کرده برای آزادی زندانیان که به نحوی دست دولت افغانستان هم بهانه داده و از طرفی هم دولت افغانستان تاکید میکنه که زندانیانی که گروه طالبان آزاد کردن یک تعدادشان غیر نظامیان هستن، نظامیان افغان نیستن، و از طالبان خواسته که 22 کماندویی که در زندانهای طالبان اسیر هستن را هم آزاد بکنه تا اینکه بقیه زندانیان طالبان را دولت هم از بند رها بکنه. حالا امروز در یک نشستی که هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان با خبرنگاران داشته، اعضای این هیئت گفتن که در مورد این نگرانی ها با آمریکا صحبت شده و قرار است که آمریکا در این مورد با طالبان گفتگو بکنه، و همینطور گفته که به محض اینکه این اختلاف ها حل بشه و زندانی ها آزاد بشن مذاکرات شروع خواهد شد. ولی اینکه این اختلاف ها چه زمانی حل خواهد شد یا اینکه این روند چه زمانی تکمیل میشه هنوز هیچ جواب مشخصی برش وجود نداره و چشمانداز این مذاکرات هنوز خیلی مبهم است، و این باعث شده که نگرانی ها میان بعضی ها بیشتر بشه و واکنش هایی را ایجاد بکنه. و از طرفی هم خود آزادی زندانی ها که واکنش های زیادی را داشت نگرانی هایی را بار آورده. حالا گروه های مختلفی هم ابراز امیدواری میکنن نسبت به اینکه پیشرفت هایی صورت گرفته و هم نگران هستند که آیا در مذاکرات حق و حقوق اینها در نظر گرفته خواهد شد یا نه. در گزارشی که امروز تهیه کردم خیلی دقیق و خوب میشه که دید مردم چطور در بیم و امید این مذاکرات فعلا به سر میبرن. دست هایی که در سما به دنبال آرامش است، آرامشی که از کودکی تا کنون برای این نسل آرزو بوده. او با تمام وجود به دنبال صلح است، اما پا از حق و حقوقش پس نمی کشد. مصمم است حتی با بازگشت طالبان هم به رقصیدن ادامه دهد. همه ی امید او تلاش خود و همفکرانش است. اگر طالب ها قرار باشه بیایه و صلح هم آمدنی باشه بین دولت افغانستان و طالبان، ما تنها اعتمادی که داریم به مقاومت خود ما هست و به امیدوار هستیم که دولت از حقوق ما خانم ها و هنرمندا دفاع بکنن. راه طالبان اما با فهیمه یکی نیست. اعضای این گروه مخالف رقص و آزادی های زنان هستند. ما به نظر من فکر منظورم طالبان په هغه وخت فکر میکنم طالبان فقط زمان جنگ را متوقف کنند که یک سیستم و قانون اسلامی به افغانستان حاکم شود و زنان حجاب اسلامی را رعایت کنند. به نظر میرسد طالبان در مذاکرات صلح هم به دنبال ثمره ای هستند که در بیش از 2 دهه جنگ کاشتند. او که 5 ماه قبل بر اساس تفاهم نامه میان آمریکا و طالبان از زندان دولت افغانستان پس از 10 سال حبس آزاد شده، موافق ادامه جنگ نیست، اما مخالف شرایط کنونی است. از آنجایی که من تازه از زندان آزاد شدم، دوست ندارم دوباره به گروه طالبان بپیوندم و به مخالفت با دولت بجنگم. اما اگر خارجی ها در افغانستان باشند، من علیهشان جهاد خواهم کرد. جنگ در مقابل بیگانگان برای همه فرض است. قربانیان جنگ بیشتر از همه دعای صلح می‌خوانند، اما امیدشان هم در سایه تردید است. خداوند صلح بیاورد، اما مطمئن نیستم طالبان دست از جنگ بکشند. او که 15 عضو فامیل از جمله پدرش را در حملات طالبان از دست داده و در طول 10 سال گذشته در دست کم 10 حمله طالبان حضور داشته، میگوید برای صلح هنوز هم حاضر به فداکاری است. ما هیچ مشکل با طالبان نداریم. ما میدانیم که آنها با ما میجنگند و ما عزیزان زیاد را از دست دادیم، اما اگر صلح بیاید حاضر هستیم آنها را ببخشیم. بخشش و تفاهمی که شاید فهیمه را کمک کند در فضای آرامتری به سما، یوگا و خواسته هایش بپردازد و یا هم همین اندک فرصت را از او بگیرد.
نسری نوا، بی بی سی، کابل. دیشب در گرد همایی سراسری حزب دموکرات آمریکا، جو بایدن رسما به عنوان نامزد این حزب در انتخابات ریاست جمهوری انتخاب شد. در روز دوم نشست چهار روزه که به صورت مجازی برگزار شد، دو رئیس جمهور و دو وزیر خارجه سابق آمریکا از آقای بایدن حمایت کردند. انتخابات دو ماه و نیم دیگر برگزار می شود. گزارش بهمن کلبوسی رو با هم می بینیم. نشست حزبی که هر چهار سال چند ماه پیش از انتخابات ریاست جمهوری برگزار می شود تا اعضای حزب کسی را که در انتخابات درون حزبی ماه‌های قبل انتخاب کرده اند رسما نامزد ریاست جمهوری کنند. گرد همایی که معمولاً ترکیبی است از پایکوبی سیاسی و متحد کردن جناح‌های مختلف یک حزب. امسال اما شیوع کرونا برای نخستین بار در تاریخ آمریکا تجمع حضوری را تعطیل کرده و به جایش برنامه‌ای مجازی و کوتاه‌تر در چهار شب برگزار می‌شود. این هفته دموکرات‌ها، هفته دیگر جمهوری خواهان. در شب دوم نشست حزب دموکرات تلاش شد فضای پرشور سال‌های پیش را قدری بازسازی کنند. با پخش تصاویر اعضای حزب از همه 50 ایالت و 7 جزیره تحت حفاظت آمریکا که نتایج رأی منطقهشان به نفع جو بایدن را اعلام می‌کردند و مردمان عادی که از خانه‌هایشان برای رسمی شدن نامزدی آقای بایدن کف می‌زدند. شخصیت‌های برجسته حزب از دو رئیس جمهوری پیشین بیل کلینتون و جیمی کارتر گرفته تا جان کری همه بودند. وزیر سابق خارجه در همان جمله اول توافق هسته‌ای با ایران را یک دستاورد دموکرات‌ها در مسیر صلح خواند. دیگر شخصیت‌های شناخته شده سیاست خارجی هم به شدت به آنچه ضربه خوردن جایگاه آمریکا در سطح بین‌المللی در دوران آقای ترامپ خواندند انتقاد کردند و گفتند آقای بایدن اگر رئیس جمهوری شود روابط با جامعه جهانی را ترمیم می‌کند. ستاره اصلی شب اما جیل بایدن، همسر آقای بایدن بود، کسی که در صورت پیروزی شوهرش بانوی اول آمریکا خواهد شد. معلمی که در همه 8 سالی که همسرش معاون باراک اوباما بود به تدریس ادامه داد و سخنرانیش را هم از درون کلاس یک مدرسه زنده ارائه داد. کلاس هایی که حالا بسیاریشان به خاطر کرونا خالی است. جیل بایدن گفت روزهایی که شرایط درس و مدرسه عادی شود باز خواهد گشت، به ویژه اگر همسرش به ریاست جمهوری برسد. من اطمینان دارم که اگر مردم ما اداره کشور را به همسرم جو بسپارند، او همان کاری که برای خانواده خودش می کند را برای شما هم خواهد کرد و آن نزدیک کردن دلهای همه ما به همدیگر است. و در شرایط سخت هم وعده‌ای که در امریکا به همه برای زندگی بهتر داده می شود را حفظ می کند. وارد شدن آقای بایدن به کادر دوربین در پایان سخنرانی و سپاسگزاری از همسرش تلاشی بود برای برجسته کردن تفاوتی که میان گرمی خانواده بایدن با روابط خانوادگی آقای ترامپ وجود دارد. گرد همایی حزبی که احتمالاً به خاطر مجازی بودن 25% از بینندگانش نسبت به 4 سال پیش کم شده، ولی همچنان نزدیک 20 میلیون نفر آن را زنده دنبال کردند و بر رأی مردم و روحیه دادن به حامیان حزب مؤثر است. Yeah, we got a good thing, babe. Whenever life is hard, we'll never lose our way. بهمن کلبوسی، BBC، نیویورک.
آلودگی دریاها با پلاستیک مشکلی شناخته شده است، اما تحقیقات تازه نشان می‌دهد که احتمالاً ذره‌های ریز پلاستیک شناور در اقیانوس اطلس بسیار بیشتر از آن است که دانشمندان فکر می‌کردند. این نتیجه تجزیه و تحلیل نمونه‌ها و مدل‌سازی کامپیوتری است. گزارشی داریم از ویکتوریا گیل. منظره معمولی در هر ساحل دریا، پلاستیک هایی که دور انداخته ایم ساحل را پر می کند. در طول دهه ها زباله های پلاستیکی سر از محیط زیست درآورده. بعضی از آنها به ذره های ریزی تجزیه شده که آبزیان ممکن است آنها را با غذا اشتباه بگیرند. دانشمندان تصمیم گرفتند همه این میکروپلاستیک ها را پیدا کنند، ذراتی که از قطر یک رشته موی انسان نازک ترند. در سفری از بریتانیا به فالکلند، محققان 200 متر بالایی اقیانوس را در نقاط مختلف الک کردند. آنها دریافتند که 12 تا 21 میلیون تن پلاستیک در سطوح بالایی اقیانوس شناور است. با اندازه‌گیری گسترده میکروپلاستیک ها در 200 متری بالای اقیانوس به تخمین جدیدی از انبوه پلاستیک در اقیانوس رسیدیم. تخمین قبلی انباشت 17 میلیون تن پلاستیک در اقیانوس طی 65 سال اخیر بود. هدف تیم تحقیقاتی یافتن سه نوع متداول‌تر پلاستیک های بسته‌بندی بود. بنابراین می‌گفتند تخمین آنها احتمالاً محتاطانه است. این ذرات میکروسکوپی نشان می‌دهند که پلاستیک ها در طول دهه‌ها از رودخانه‌ها و حتی با وزش باد سر از اقیانوس درآورده‌اند. بعضی از آنها پلاستیک هایی هستند که ما سالها قبل دفن کرده ایم. این یه محله قدیمی دفن زباله است. این محل دیگه برای دفن زباله استفاده نمیشه، اما همه زباله هایی که اینجا دفن شدن همزمان با فرسایش زمین به وسیله دریا به روی خاک میان. حتی زمانی که این پلاستیک ها دفن میشن، راهشون رو به سطح زمین و بعد دریا پیدا میکنند. حتی در دوران شیوع کرونا، داوطلبان به جمع‌آوری زباله‌ها در ساحل ادامه دادند. بعضی از گروه‌های مدافع محیط زیست می‌گویند که همه‌گیری ویروس کرونا اعتیاد ما به استفاده از پلاستیک‌های یکبار مصرف را برگردانده. استفاده از ماسک‌های یکبار مصرف بیشتر از همیشه فراگیر شده. در سواحل بیشتر ماسک پیدا کردیم تا کیسه‌های پلاستیکی. درخواست ما اینه که مردم تا میتونن استفاده از پلاستیک‌های یکبار مصرف رو کم کنن و اونها رو با دقت دور بندازن. در طول سال‌ها بیشتر این آلودگی آنقدر تجزیه شده که قابل دیدن نیست، اما آنطور که این تحقیق نشان می‌دهد از بین نرفته. ویکتوریا گیل، BBC نیوز. این بود این بخش خبری. ممنون از همراهیتون.